بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. سلام عرض می کنم به مردم عزیز قوم و به حوزه علمیه عظیم الشأن. وضع دیدار سالیانه امسال ما متاسفانه به این شکله. من از مشاهده چهره‌های منور برادران عزیز قومی محرومم، ولی خب این هم یکی از اشکال زندگی است، از فراز و نشیب هاست. زندگی از این کوچه پس کوچه ها زیاد داره، مسیر زندگی رو باید طی کرد، انشالله خواهد گذشت. این هم مثل همه حوادث تلخ و شیرین دیگر گذراست و انشالله مسیر زندگی به جاده اسفالت قرار خواهد گرفت به توفیق الهی. بحث امروز من چند کلمه در باب حادثه مهم، حماسه مهم 19 است، 19 دی، و چند کلمه هم در باب برخی از مسائل روز که مطرح است در افکار عمومی. ولی قبل از آنی که شروع کنم در موضوع اصلی، لازم میدونم حمد الهی رو به جا بیارم و از مردم عزیز کشورمون سپاسگزاری کنم به خاطر حرکت عظیم حماسه‌گونه ای که در سالگرد شهید عزیزمون سلیمانی در کشور به وجود آوردند. شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی در حرکات خودجوش مردم در سرتاسر کشور به حمد الله تجسم عینی پیدا کردند و روح تازه‌ای به کالبد کشور و ملت دمیده شد با این حرکت عظیم مردمی. با هیچ بخشنامه‌ای، با هیچ دستوری امکان نداشت چنین حرکتی به وجود بیاد. این حرکت ناشی از عواطف مردم، دلهای مردم، بصیرت مردم و انگیزه های درست مردم بود. همچنین تجمع بزرگ و شگفت انگیزی که در بغداد تشکیل شد و در بعضی از شهرهای دیگر عراق برای تکریم و بزرگداشت از شهید ابو مهدی فرمانده برجسته عراقی و شهید سلیمانی مهران مهمان عزیز مردم عراق، از همه برادران و خواهرانی که در اینجا و در عراق در این مراسم شرکت کردند صمیمانه تشکر میکنم. لازم میدانم شهدای همراه شهید سلیمانی را هم نامشون رو بیارم، چون عظمت شهید سلیمانی موجب شد که نام اینها کمتر آورده بشه و کمتر مطرح بشه. شهید پور جعفری، شهید مظفری نیا، شهید تارومی، شهید زمانیان که همه اینها جزء شهدای عالی قدرند، و همچنین همراهان شهید ابو مهدی عراقی که نام اونها رو البته من در ذهن ندارم. همچنین لازم میدونم گرامی بدارم یاد شهدای جانباخته در تشییع کرمان و همچنین در
حادثه بسیار تلخ و ناگوار هواپیما در تهران که حقیقتاً حادثه تلخی بود، حادثه ناگواری بود. مسئولین کشور را هم داغدار کرد و امیدواریم انشاءالله خدای متعال اون شهدا رو، چه شهدای کرمان رو چه شهدای تهران رو، مشمول لطف و رحمت خودش قرار بده و به خانواده های اونها صبر و تسلا و آرامش دل عنایت کنه به فضلی و منه. البته وظایفی هم مسئولین دارن که به اونها تذکر داده شده. همچنین لازم میدونم به مناسبت 40th روز شهادت شهید فخری زاده رضوان الله تعالی علیه، یاد ایشون رو هم گرامی بدارم. شهید عالی قدری بود، شخصیت بزرگی بود. ما دو چهره بزرگ علمی رو در این اواخر از دست دادیم، یکی شهید فخری زاده بود، یکی جناب آقای آیت الله مصباح بود. هر دو اینها چهره‌های علمی برجسته‌ای بودن، هر کدوم در منطقه خودشون و کار خودشون، و از هر دو هم میراث‌های ارزشمندی در دستگاهی که تحت نظرشون بود باقی مونده که بایستی با قوت انشاءالله و به بهترین وجهی ادامه پیدا کنه. اما درباره 19 دی، دو مطلب را در باب 19 دی عرض میکنم. یکی این که عرض میکنم لازم است ما از یاد 19 دی و حادثه 19 دی حراست کنیم و نگهبانی کنیم. یکی هم این است که باید از محتوا و مضمون حماسه 19 دی حراست و نگهبانی کنیم، یعنی هم حراست و نگهبانی از خود حادثه به معنای زنده نگه داشتن اون بر ما لازم و واجب است، هم حراست و نگهبانی از مضمون و محتوای این حماسه بزرگ. حالا علتش رو عرض میکنم. اما اینی که از خود اون حماسه بایستی حراست کنیم و نگهبانی کنیم، چون این یکی از نقطه های اوج حیات ملت ایران بود. ملت ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت. نقاط نو اوج اونهایی هستند که زنده بودن و پای کار بودن و با اراده و عزم بودن یک ملت رو، بصیرت یک ملت رو در یک مواقع حساس نشان میده. 19 دی اینجوری بود. نقطه اوج را باید زنده نگه داشت، چون هم به آیندگان روحیه میدهد، هم مایه افتخار و عزت ملی است. در تاریخ ثبت میشه این نقطه های اوج و راه آینده رو برای آیندگان روشن میکنه. بنابراین خود این حادثه رو نباید گذاشت کهنه بشه و همدور که تا امروز و حمدالله این حادثه زنده و پرنشاط باقی مونده همچنان باقی بمانه. و اما نگهبانی از محتوای این حادثه، خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون
و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. این کار از قدیم هم وجود داشته که یک حادثه ای رو که اتفاق افتاده راوی مغرض اون حادثه اون حادثه رو جوری تعریف میکنه که عکس مقصود از اون حماسه به ذهن مخاطب تبادر کنه. امروز هم که با گسترش وسایل ارتباط جمعی و این امکانات فراوان و وسیعی که هست، این امکان در اختیار قدرت‌های مغرض و دست‌های خائن وجود داره که حوادث رو تغییر بدن، محتوای حوادث رو عوض کنند و تفسیر غلط کنند و افکار عمومی رو منحرف کنند، به خصوص نسل‌های بعدی رو و کسانی رو که در اون حادثه حضور نداشتند و اون رو ندیدن از نزدیک یا در زمان نزدیک نشنیدن، اینا که دورن از حادثه اونها رو افکارشون رو عوض کنن. امروز یکی از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسی همین کاره، می‌نشینن حوادث دنیا رو رصد میکنن و بعد نه مستقیم خودشون بلکه به زبان دیگران از قلم دیگران با مقاله و تحلیل اشخاص معتبر و معروف با وسایلی که خودشون دارن، با پول، با تهدید، با تطمیع، اون چوری که مورد نظر خودشون هست در تفسیر یک حادثه، این رو به زبان این گویندگان و تحلیلگران و اینها منعکس میکنن. من اخیراً یک کتابی رو مطالعه کردم که یک آمریکایی این کتاب رو نوشته، در واقع جمع کرده این کتاب رو، چون افراد گوناگونی در نگارش این کتاب دست دارن. این کتاب درباره تسلط سازمان جاسوسی سیا بر مطبوعات و مجلات عمده دنیاست. اصلا این کتاب درباره اینه. شرح می‌دهد که چگونه سازمان سیا در مقالات، در تحلیل‌ها، در نوشته‌ها و در گفته‌های نویسندگان معروف و بعضاً مجلات معتبر چگونه دخالت کردند و تفسیر خودشون رو به جای تفسیر واقعی به افکار عمومی القا کردند و اونها رو کنترل کردن، نه فقط در مطبوعات آمریکا بلکه در سایر کشورها. در اروپا حد فرانسه رو اسم میاره، یه مجله معروف فرانسوی رو اسم میاره که میگه در اونجا این کارا رو کردن، اینجور گفتن، اینجور نوشتن. یعنی این کار الان در دنیا رایج و هست. این با این کار در واقع سازمان سیا تحلیل انحرافی خود و تفسیر غلط خود از مسائل و حوادث رو به افکار عمومی منتقل میکنه و افکار عمومی رو گمراه میکنه و این خطری است که همیشه وجود داره. خب در مورد 19 دی ما مراقب باشیم که چنین اتفاقی نیفته. حالا من عرض میکنم، البته به اجمال، که مضمون حرکت 19 دی قم که مردم با حوزه علمیه مشترکاً اون حرکت عظیم رو انجام دادن، محتوای این کار و مضمون این کار و معنای این کار چی بود؟ اگر قضیه قم در همون شهر قم تمام میشد، منحصر میموند به قم، این رو ممکن بود آدم حمل کنه بر یک حرکت عاطفی و ناشی از هیجانات مثلا مذهبی و زودگذر، بگم بله مردم نترسی بودن، در یه حادثه قیام کردند و بعدم تمام شد و سرکوب شد و تمام شد، ممکن بود اینجور بگیم. لکن اینجور نبود. حادثه قم در قم تمام نشد،
به قم منحصر نموند، از قم سرایت کرد به تبریز، به یزد، به کرمان، به شیراز، به مشهد، به تهران و تدریجاً به یک قیام عمومی منتهی شد. شروع از قم بود، شروع کننده قمی‌ها بودند، اما حادثه در قم خاتمه نیافت. این حادثه تبدیل شد در ظرف 4-5 ماه، تقریباً 5-6 ماه، به یک قیام عمومی سراسری در همه شهرها و تدریجاً در روستاها. همه قیام کردن. این چه حادثه ایست؟ بعد هم بر اساس این قیام یک انقلاب عظیم مردمی و کم نظیر در تاریخ، شاید از جهاتی بی نظیر، بر اساس این قیام به وقوع پیوست. خب اگر با این نگاه دیگه نمیشه حادثه قم رو اونطور ساده نگری کرد و تفسیر کرد به یک هیجان. نه، این یک معنای دیگری داره، یه عمقی داره. این حادثه معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. خب چیه معنای حادثه 19 دی؟ عبارت است از خشم و شدت اعتراض مردم به رژیم دیکتاتور، وابسته، فاسد، ضد دین، اشرافی و طبقاتی. نارضایتی‌های مردم و خشم‌های مردم در طول زمان متراکم شده بود و یک پشتوانه فکری هم از درس‌های امام، سخنرانی‌های امام، بیانیه‌های امام که از قم و از نجف منتشر می‌شد پیدا کرده بود. این حرکت عظیم، این خشم عمومی مردم متکی به اون پشتوانه فکری که امام دائما پی در پی القا می‌کرد و به وسیله جوانهای مبارز، به خصوص به وسیله طلاب در سراسر کشور منعکس می‌شد، این توانست این قیام عظیم رو به وجود بیاره. دو نکته مهم در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و تعیین کننده است. یک نکته این که این حرکت عمومی رهبرش یک مرجع تقلید بود، یک روحانی بزرگ، یک شخصیت برجسته مبلغ و مروج مبانی معرفتی دینی. از روز اول مبارزه هم این رهبر بزرگ مردم رو به دین دعوت میکرد. از اول مبارزه، از سال 41، دعوت امام متکی به مبانی دینی بود و اگر اعتراض میکرد، اگر پیشنهاد میکرد، همه متکی بود به مبانی دینی. پس حرکت مردم اساساً یک حرکت دینی بود، به خاطر اینکه با رهبری امام بود، با تعلیم و هدایت و راهنمایی امام بود و امام یک مرجع تقلید بود، یک روحانی برجسته بود و کار امام از اول متکی به مبانی دینی بود. این نکته، یه نکته که نکته بسیار مهمی است. نکته دوم این است که تقریبا یک هفته قبل از قیام مردم قم، رئیس جمهور آمریکا که اون وقت کارتر بود، در تهران حمایت و پشتیبانی 100% خودش رو از رژیم پهلوی با محمد رضا ابراز کرد. یه نطقی براش تنظیم کرده بودن که در میهمانی اون نطق رو بخونه. اون نطق رو گذاشت تو جیبش و خودش شروع کرد حرف زدن. اینو بعدها مفسرینش و همراهانش این رو افشا کردن و تعریف و تمجید و حمایت 100% از محمد رضا و از رژیم پهلوی.
بنابراین این حرکت قم یک حرکت ضد آمریکایی بود، یک حرکت ضد استکباری بود، حرکتی بود ضد اون قدرت‌های خبیثی که به خاطر منافع خودشون از رژیم دیکتاتور و فاسد و ضد دین پهلوی حمایت می‌کردند. حالا این قیام در واقع هم جنبه دینی داشت هم جنبه ضد آمریکایی داشت. در واقع قیام 19 دی رو میتوان اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ به حساب آورد. این اولین تبری بود که به وسیله مردم قم به بت بزرگ آمریکا زده شد. بعد از اون هم ادامه پیدا کرد. به شما امروز وضع آمریکا رو مشاهده میکنید، وضع و حال بت بزرگ رو امروز شما میبینید. این دموکراسیشونه، این افتضاح انتخاباتیشونه، این حقوق بشرشونه، حقوق بشر که هر چند ساعت یک بار یا حداقل چند روز یک بار یک سیاه‌پوست رو بدون دلیل بدون جرم تو خیابان میکشن و تعقیب هم نمیشود کشنده و قاتل. این ارزش هاشونه که هم دایی میگن ارزش های آمریکایی، ارزش های آمریکایی. امروز این ارزش ها مایه مسخره همه دنیا شده، حتی دوستانشون اونها رو مسخره میکنن. این هم اقتصاد فلجشونه. اقتصاد آمریکا به معنای واقعی فلجه. ده ها میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان، این وضع امروز آمریکاست. اون وقت این البته چیز مهمی است، لکن عجیبتر از این این است که یه عده هنوز قبلشون آمریکاست، هنوز امید و آرزوشون به آمریکاست، آمریکایی که در یه چنین وضعی هست. خب قیام عمومی مردم گفتیم ضد آمریکایی بود. علت هم فقط این نبود که حالا رئیس جمهور آمریکا آمده و 100% این یک در واقع سرباز کردن اون ناراحتی ها و خشم های درونی ملت بود و الا 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو بر مردم وارد میکرد و به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی ایران رو در واقع پایگاه اصلی خودش قرار داده بود و نتیجهش هم برای کشور ما پیشرفت نبود، بلکه به عکس نتیجه حضور آمریکا در کشور ما فقر اقتصادی بود، فقر علمی بود، فساد و بی‌بندوباری فرهنگی بود. یه چنین وضعی رو اینها به وجود آوردن. حالا یه عده‌ای خیال میکنن که اگر با آمریکا تعامل کردیم و اگر آشتی کردیم و رفیق شدیم و اینها اوضاع کشور بهشت برین خواهد شد. نه، این قبل از انقلاب نگاه کنید ببینید چه جوریه. به کشورهایی که الان با آمریکا قربون صدقه هم میرن نگاه کنید ببینید وضعشون چه جوریست. اون وضع اقتصادیشون، وضع علمیشون در همین منطقه خودمون، من اسم نمیارم دیگه، خودتون میدونید. البته بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی بر کشور ماست، بر نه فقط بر کشور ما، بر ایران و بر کل منطقه. اینی که بعضی میپرسن که خب فرق آمریکا و اون کشور اروپایی چیه، فرق در همینه. آمریکا به طور مرتب چون سالها اینجا منتفع بوده و استفاده کرده و جا خوش کرده بود و یه قدرت برتر هم خودش رو میدونه، دائم در صدد
بازگشت به همون وضعیت گذشته است. این اون چیزیست که ملت ایران رو هوشیار میکنه و مراقب میکنه. برخی از دولت‌های خائن منطقه هم البته به او کمک میکنن. اینها این را هم عرض بکنم، آمریکا نفع خودش رو، منافع خودش رو در بی‌ثباتی این منطقه میبینه در شرایط کنونی، مگر اون وقتی که به طور کامل خودش رو مسلط بر منطقه بکنه. تا قبل از او نفع آمریکا در بی‌ثباتی منطقه است. اینو خودشون میگن، این رو خودشون به صراحت ابراز میکنن. یک کارشناس معروف، یک اندیشکده معروف آمریکایی، اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحا این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم، فقط هم ایران نیست، در ایران و عراق و سوریه و لبنان ما مایل به ثبات و خواهان ثبات نیستیم. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست. یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد کنیم؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88 و با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن، دنبال بی ثباتی منطقه. اون وقت یه یاوه‌گوی آمریکایی در میاد میگه ایران موجب بی ثباتی در منطقه است. نه، ما موجب ثباتیم، ما در مقابل بی ثبات سازی آمریکا ایستادیم. در سال 88 آمریکا میخواست ایران رو بی ثبات بکنه، همون بلایی که در سال 99 سر خودشون آمد، همون کاری که اینجا در واشنگتن انجام گرفت در این چند وقت، به خصوص پریروز که رفتن آدمهایی در کنگره، اعضای کنگره رو از تو دالان‌های مخفی فراروندن و بردنشون، این کار رو میخواستن در ایران بکنن. اینجا میخواستن ایجاد آشوب بکنن، میخواستن جنگ داخلی راه بیندازن. خداوند متعال موفقشون نکرد. حالا اونا سال 88 در فکرش اینجا بودن، سال 99 خدای متعال به سر خودشون آورد. خب ما البته مسیر حرکت کشور رو و انقلاب رو وقتی نگاه میکنیم، از 19 دی تا امروز ما ده ها برابر، شاید بشه گفت صد ها برابر، حالا من نمیخوام خیلی الفاظ بزرگ به کار ببرم، حداقل ده ها برابر کشور ما قوام و استحکام و عمق و پختگی پیدا کرده، تجربه به دست آورده، مجهز شده. ما امروز مجهز نبودیم، امروز خیلی مجهز، هم مجهز فکری، هم مجهز عملی، هم مجهز سیاسی، هم مجهز نظامی و همدلله. بر خیلی از موانع غلبه پیدا کردیم، هدف هم ایجاد تمدن نوین اسلامی است. این هدف ماست، هدف نهایی ماست. ممکنه یک نسل به این هدف نرسه، اما این راه ادامه خواهد داشت و انشالله نسل‌های بعدی به این هدف خواهند رسید. و باید غلبه کنیم بر دست‌اندازی‌هایی که سلطه‌گران در راه ما ایجاد میکنن و سیاست های خباثت آلودی که علیه کشورمون به وجود میارن. ما مواضعمون در مقابل دولت آمریکا ناشی از این تفکره، ناشی از این استدلال و این فلسفه است. این راجع به 19 دی. و اما راجع به چند مسئله از مسائل مطرح روز،
یکی از مسائل پرتکرار در چالش بین جمهوری اسلامی و جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا، جزء مسائلی که دائم تکرار میشه، یکی مسئله تحریمه، یکی مسئله حضور منطقه‌ای ایران است، یکی هم مسئله توان دفاعی ایران و قدرت موشکی ایرانه. اینا دائم اونا یک چیزی میگن، یه حرفی میزنن، یه نقی میزنن، نقی میکنن و این طرف هم جوابی بهشون میدن. البته عناصر داخلی و مسئولین داخلی ما جواب جبهه استکبار رو در هر سه مسئله دادن، هم مسئولین نظامی ما، هم وزارت خارجه ما و هم شعارهای مردمی ما، اینا همه جواب اونها داده شده. ولی حالا من سخن قطعی و پایانی رو در این زمینه عرض میکنم. اما در مورد تحریم ها، جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران رو، خاتمه بدن و اون رو فوراً متوقف کنن. این وظیفه اوناست، باید همه تحریم ها رو بردارن. این یه حرکت خائنانه است، یه حرکت قباست آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهته با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و دولت، با ملت ایران دارن دشمنی میکنن. وظیفه اونا این است که سریعاً این حرکت رو بردارن. خب البته بنده بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، اونا باید تحریم رو بردارن، ما باید اقتصادمون رو جوری تنظیم کنیم و برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم هم بتوانیم کشور رو به خوبی اداره کنیم. اینو من بارها تکرار کردم، الانم باز میگم، ما فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم، البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد. اما حالا گیرم که تحریم باقی بمانه، ما باید اقتصاد کشور رو جوری برنامه ریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با عرض کنم که بازیگری های دشمن دچار مشکل نشیم در امر اقتصاد کشور. اینم ممکنه، این رو من نمیگم، صاحب نظران اقتصادی میگن، دلسوزان میگن، میگن این کار ممکنه، ظرفیت های داخلی خیلی فراوانه و ما این رو به صورت یک سیاست ابلاغ کردیم که همون سیاست اقتصاد مقاومتی است و این باید به شدت و جدیت بایستی دنبال بشه. این یه مسئله تحریم، بنابراین مسئلهش اینه. اینی که فلان کار رو بکنید فلان کار رو نکنید، اینا حرف بی خودیست. تحریم باید برداشته بشه، تحریم یک خیانت، یک جنایت در حق ملت ایران، باید برداشته بشه. در مورد حضور منطقه‌ای ما که هی میگن چرا ایران در منطقه حضور پیدا میکنه، ما نظام جمهوری اسلامی موظف است طوری رفتار کنه که دوستانش و هوادارانش در منطقه تقویت بشن. این وظیفه ماست. حضور ما به معنای تقویت دوستانمون و تقویت هوادارانمونه. ما نباید کاری کنیم که دوستان جمهوری اسلامی و وفاداران به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف بشن. این حضور ما یه چنین حضوری است. به حضور ما ثبات آفرینه. ثابت شده که حضور جمهوری اسلامی موجب برداشته شدن موجبات بی‌ثباتی است. مسئله داعش در عراق، مسائل گوناگون در سوریه و امثال اینها که حالا این جزئیات رو نمی‌خوایم ما عرض کنیم، اینها رو کسانی که دستن در کارن می‌دانند. بنابراین این حضور منطقی قطعی است، بایستی وجود داشته باشه و وجود خواهد داشت.
اما در مورد قدرت دفاعی نظام جمهوری اسلامی حق نداره وضع دفاعی کشور رو جور قرار بده که یه آدم بی عرضه‌ای مثل صدام حسین بتونه بیاد شهر تهران رو بمباران کنه، موشک بزنه و هواپیمای میگ 25ش بیاد رو آسمان تهران حرکت کنه و کاری از ازش بر نیاد. این اتفاق افتاد در همین شهر تهران. یا موشک عراقی میامد که بهش همین آقایون اروپایی ها موشک هایی داده بودن که میتوانست، یعنی تقویت کرده بودن وضع موشکی او رو که میتوانست از بغداد برسه به تهران، اون شهرهای دیگه به جای خود. یا هواپیماش، هواپیمای میگه 25 میامد از ارتفاع بالا بمباران میکرد، کاری هم نمیدونستیم بکنیم، امکاناتی نداشتیم. نظام اسلامی حق نداره کشور رو به این شکل نگه داره و ما نگه نداشتیم به توفیق الهی. امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی ایران رو به حساب بیارن. وقتی که موشک جمهوری میتوانه، موشک جمهوری اسلامی میتوانه پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، یا اون وقتی که موشک های ایرانی میتوانند پایگاه عین الاسد رو اونجور در هم بکوبند، اون وقت دشمن مجبور در محاسبات خودش در مورد تصمیم‌های نظامی خودش روی این قدرت کشور، روی این توانایی کشور حساب کنه. ما نباید کشور رو بی‌دفاع بگذاریم. این وظیفه ماست. نبایستی کاری کنیم که دشمن جرأت کنه و ما نتوانیم کاری در مقابل دشمن از ما کاری بر نیاد. این یک مسئله. یک مسئله دیگری که امروز زیاد تکرار میشه در زبان مسئولین و مردم و سیاسیون و تو فضای مجازی و غیر مجازی و اینها تکرار میشه، مسئله برجام و تعهدات جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و برخی از این تعهدات رو کنار گذاشت. اخیرا هم که 20% رو شروع کرد و مصوبه مجلس رو دولت به مرحله عمل در آورد. این یکی از بحثایی است که امروز مطرحه. من در مورد این مسئله برجام دو سه نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که ما بحث میکنن که آمریکا برگرده به برجام، بر نگرده. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. نه، این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا بر نگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تحریم ها باید برداشته بشه. این حق غصب شده ملت ایرانه. وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو با آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت به آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت ها هست که جزء مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه. به نفع ما که نیست، به ضرر ما هم ممکنه باشه. این یک نکته. البته بنده به مسئولین هم در قوه عرض کنم که مجریه و هم در قوه مقننه رو گفتم که در این زمینه ها با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش برند و عمل کنند.
این مطلب اول. مطلب دوم این که تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست، کاملا تصمیم منطقی و عقلایی و قابل قبول است. وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمی کنه، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در برجام عمل کنه. لذا از مدتی پیش تدریجا بعضی از تعهدات رو لغو کردن، اخیرا هم به تعهدات دیگری رو کنار گذاشتن و البته اگر چنانچه اونها به تعهداتشون برگردن ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. یعنی بنده از اول هم همین رو گفتم، از اولی که برجام مطرح شد بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد متناظر، کار اونا در مقابل کار ما، هر کاری که ما بناس بکنیم باید متناظر با اون کار رو هم طرف مقابل بکنه. خب این اول کار انجام نگیره، حالا بایستی انجام بگیره. این هم مطلب بعدی. یک موضوع دیگری که بد نیست مطرح بکنم، اینجا یادداشت کردم، این است که شنیدم که سوال میشه که بنده در یک برنامه تلویزیونی که ظاهراً اخیراً پخش شده یک بار گفتم که دولت جوان حزب اللهی باید سر کار بیاد، یک بارم گفتم که صلاح نیست از مجربین استفاده نشه. بعضی گفتن چطور اینا با هم نمیسازه؟ من عرض میکنم نه، اینا با هم میسازه، اینا هیچ با هم دیگه منافاتی نداره. ببینید من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوان ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان ها، این یک. ثانیا از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. گاهی اوقات جوانی به همه جا مراجعه کرده، یک کار مهمی رو پیشنهاد کرده که میتوانه انجام بده، جواب ندادن، مراجعه میکنه به ما، بعد که میدیم دست کارشناس تصدیق میکنه، میگه درست، این کار کار مهمی است و این شخص میتوانه این کار رو انجام بده. خب من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پرانگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه های ما، بچه های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. بنابراین هم مسئله مدیریت هاست هم این. منتها این که ما میگیم در مدیریت ها از اینها استفاده بشه معناش این نیست که نسل قبلی رو به کلی بشوریم بذاریم کنار، این معناش نیست. نه، بر حسب اقتضا. یک جا مدیریت یک جوان، یک جا مدیریت یک فرد مجرب و کارکشته، این هاست. از اول انقلاب هم همینجور بوده. حالا بعضی ها گفتن که امام در تهران یه امام جمعه 40 ساله رو گذاشتن که این حقیر بودم. خب بله، در کرمانشاه هم یک امام جمعه 80 ساله رو گذاشتن همون وقت. در یزد و در شیراز و در عرض کنم که مشهد و در تبریز و اینها علمای بزرگ، مردانی که در حدود 70 سال سنشون بود رو گذاشتن. اقتضاعات مختلف. در اول انقلاب امام بزرگوار در رأس سپاه یک جوانی رو گذاشتن که کمتر از 30 سال داشت. در رأس نیروزمینی ارتش مردی رو گذاشتن که حدود 60 سال داشت. اقتضاعات اینجوریست. یه جا اقتضاع داره که یه مدیر جوان بر سر کار بیاد، یه جا اقتضاع داره که یه مدیر چیز. حالا در مورد دولت جوان حزب اللهی انشالله بعدها نزدیک انتخابات بنده صحبت خواهم کرد، یعنی حرفایی دارم که بعد عرض میکنم. اما اینی که تصور بشه که اگر ما گفتیم از مجربین استفاده بشه این با استفاده از جوان ها منافات داره، نه، این
هیچ منافاتی نداره. البته بعضی از اینم باید توجه داشت، بعضی از افراد میان سال مثل جوانان، شهید سلیمانی حدود 60 سال سنش بود، مثل جوانا دیدید تو کوه و دشت و بیابان و همه جا چطور حرکت میکرد، از هیچی نمیترسید. حالا البته از فعالیت های کاری او اطلاعات کمی دست مردم هست، همینه که تو تلویزیون مشاهده شده. اون چی که بنده میدونم خیلی بیش از این هاست. گاهی وقت در 24 ساعت در یک کشوری به قدری تلاش به فعالیت میکرد که آدم از خوندنش احساس خستگی میکرد که چقدر این تلاش و تحرک انجام گرفته در ظرف 24 ساعت، در ظرف 36 ساعت. بعضی هم اینجور هم دیگه. خب موضوع آخر هم مسئله کروناست که این رو هم مجددن عرض کنیم. اولا واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنن، این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور. البته از طرق مختلفی دنبال واکسن دارن حرکت میکنن. خب هر یه موردی به آزمایش انسانی رسید و موفق بود، سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره مستبعد میدونن. وقتی این سانتریفیوژهای هسته‌ای رو جوانهای ما درست کرده بودند و بنده چند بار در سخنرانی اسم آوردم و اشاره کردم، چند نفر از این بزرگان علمی به من نامه نوشتن که آقا شما گول اینا رو نبادا بخوری، اینا نمیتونن همچی کاری بکنن. انکار میکردن، میگودن نمیشه. ولی خب دیدید چی شد و کجا رسید. این همین قضیه در مورد سلولهای بنیادی بود وقتی مرحوم کاظمی و این جوانان عزیزی که به حمدالله امروز هم هستن توانستن سلولهای بنیادی رو که یک کار بسیار بزرگ در مسائل زیستی انسانی است این رو انجام بدن، یه عده‌ای باز همون وقت به ما پیغام میدادن یا نامه مینوشتن، رو نامش یادم نیست، که خیلی باور نکنید یعنی بعضی آمدن اینجا به خود من گفتن، گفتن آه خیلی اینا رو باور نکنید، خیلی اینا قابل قبول نیست. نه قابل قبول بود و باورم کردیم و اون وقت درست بود، بعد از اونم 10 برابر پیشرفت کرد. الان هم همینجور تست انسانی شد و این واکسن رو تشکیل درست کردن، انشالله بهترش و کاملترش رو هم درست خواهند کرد و روز به روز یعنی کاملتر خواهد شد. تا الان موفق بوده، بعد از این هم انشالله موفق خواهد بود. و اینها این نکته که این مایه افتخار من از همه دست اندرکاران، از وزارت بهداشت و دیگران که دست اندرکار تولید واکسن بودن تشکر میکنم. نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم، اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره. این هم نکته دوم. نکته سوم در باب کرونا این که مراقبت‌های مردمی باید ادامه پیدا کنه. حالا یه خورده تلفات کم شد، البته زیاده، 100 نفر
در شبانه روز به 100 و چند نفر چیزی کمی نیست، خیلی زیاده. اما حالا یه مقداری نسبت به قبل کمتر شده. مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و نه نخیر، مراقبت ها رو ادامه بدن. مسئولین کشور هم که در زمینه این کار مسئولیت دارن وظایفشون رو دنبال کنن. و نکته چهارم در باب کرونا این که بعضی از افراد تجربه های خوبی در این زمینه انجام دادن، دارویی درست کردن، این دارو رو یه جایی امتحان کردن زیر نظر مسئولین و تصدیق شده، تأیید شده که این دارو مؤثره، با اینا مخالفت نشه. این کارهایی که اطراف و اکناف کسان زیادی هستند که ممکنه یک کار جدید بکنن، نه اینکه حالا هر ادعایی رو قبول کنن، نه، اما همون کارهایی رو که ادعا میشه اینا رو مورد مداقه قرار بدن. این عرایض ما حرف آخر به ملت عزیزمون و مردم عزیز قم و حوزه علمیه معظم، این که دیروز ملت ایران در سایه اتحاد، در سایه عزم راسخ، در سایه دینداری، در سایه حضور بهنگام، در سایه مجاهدت توانست این انقلاب عظیم را انجام بده، این کار بزرگ رو که مسیر تاریخ دنیا رو، بشر رو عوض کرد، توانست انجام بده. امروز همون ملت با همون توانایی ها و با تجربه های بیشتر، با امکانات فراهم شده چندین برابر، امروز حضور داره، میتوانه بر همه موانع فائق بیاد، هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه مسائل تولید و مسائل ارزش پول و امثال اینها میتوانه این ملت موفق بشه، هم در زمینه مسائل فرهنگی، هم در زمینه مسائل سیاسی و هم در زمینه مسائل نظامی. امیدواریم ان شاء الله خداوند فضل و لطف خودش رو بر این ملت روز به روز افزایش بده. سلام خدا بر ولی اعظم خدا بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا فدا، که یاری ایشون همیشه پشتیبان ماست و رحمت و درود پروردگار بر روح مطهر و مبارک امام بزرگوارمون که این راه رو به روی ما باز کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.